زد به گوش ما این صدا و این نوا، رو به سوی روشنی با صدای آشنا. لای 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 میرسد به گوش ما این صدا و این نوا، رو به سوی روشنی با صدای آشنا. میرسد به گوش ما این صدا و این نوا، رو به سوی روشنی با صدای آشنا، با صدای آشنا. مهر انسان بده مهر آن سرزمین، دشت آیین ما برتر از خدا بودی، برتر از خدا بودی. مهر انسان بده مهر ایران زمین، دشت آیین ما برتر از خدا بودی، برتر از خدا بودی. لای 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 لای. صدای آشنا، صدای آشنا، دست به دست هم نهی، دست به دست هم نهی، بحر فردای به، بحر فردای به، طرح نو در افکنی، طرح نو در افکنی. درودی دوباره دارم خدمت همه شما عزیزانی که باز به پای سومین برنامه صدای آشنا با مجید رحیمی نشستید. به خانه های شما میام با یک بغل حرف و حدیث و گفتگو و آگاهی هایی که ما بالاخره این طرف میتونیم به دست بیاریم و شما رو به هر طریقی آنچنان دست و بالتون رو بستن که نه فیسبوک درست حسابی هست، نه اینترنت درست حسابی هست، نه رادیو تلویزیون داخل ایران میتونه به شما خبر درست بده و نه شما باور دارید اون اخبار رو. اما خب این وظیفه ایه که ما به عهده گرفتیم که در طول این برنامه به شما عزیزان تقدیم خواهم کرد. شما پای سومین برنامه صدای آشنا نشستید که ما از سه‌شنبه به پنج‌شنبه تغییر مکان دادیم که شما عزیزان بتونید بهتر این برنامه رو در زمانش و همینطور عزیزانی که در اروپا دعوت میکنیم رو راحت تر بیان که خب خیلی بیدار بمونن و عذاب بیشتری بکشن بتونیم به پای برنامه مون بیاریم. ضمن این که باید خدمتون عرض کنم هفته آینده مادر و پدر دو جوانی که در سال 90 در ایران اعدام شدن به دست رژیم دشخیم دعوتشون کردم. اینها در کانادا زندگی میکنن، میان روی خط برای شما صحبت میکنن. پدر مادری که شدیدن نه در ایران سکوت کردن و نه در ترکیه و نه حالا که در کانادا هستن و ستاد مبارزه با اعدام رو در کانادا بنیان گذاشتن و هر روز میبینیم که بیشتر و بیشتر این ستاد به این انجمن میپیوندن ایرانی ها، چرا که در باور همه این حرف این معنا خانه کرده که ما حق نداریم، در هر صورت به هر نام و نشانی ما حق نداریم جان کسی رو بگیریم. اعدام یک جنایت دولتیه، یک جنایتی است که به خودش فقط رنگ قانون گرفته و این زوج جوان باخته محوش علاء سوندی و بیژن فتی
این دو عزیز رو هفته آینده روی خطمون خواهیم داشت و صحبت‌های بسیاری با این عزیزان خواهیم کرد. اما در مورد اطلاعات و آگاهی گفتم براتون، ما از این طرف هیچ کاری نمیتونیم برای شما بکنیم. اینا خیلی روک باید به شما بگیم، هیچ کاری، یعنی تمام عملیات، تمام رفتن راه، تمام سنگینی این راه روی دوش شما عزیزانو که در داخل ایران هستید. اما ما چه میتونیم بکنیم و چه کار میتونیم واقعا انجام بدیم؟ فرض بگیریم که همه ما در یک دره گیر کردیم، چند تن از ما میتونن خودشون رو از این دره نجات بدن و بیان بالای قله، اونجا بشینن، نه اینکه فقط جان خودشون رو نجات داده باشن، نه، اونها فقط بالای قله نشستن، تمام هم و غمشون اینه که اون طرف قله رو میبینن و به شما این اطلاعات رو میدن که خورشید داره میدمه، خورشید داره میاد بالا، روز داره میشه، امید رو از دست ندید که صبح سحر نزدیکه. خب ما بقیه کارها روی دوش شماست، یا اینکه داره سیل میاد. عزیزان مواظب باشید، از این طرف داره سیل میاد که شما رو نابود بکنه و چیزهایی که در هر صورت کسی که روی قله میشسته اون طرف رو میتونه ببینه. من گمان میکنم بسیاری از این عزیزانی که در خارج کشور هستن و یادشون نرفته که چرا کشورشون رو ترک کردن، شوربختانه بسیاری آمدن فقط مشکلاتشون رو عوض کردن، یعنی مشکلات داخل رو گذاشتن و آمدن اینجا با مشکلات جدید شروع کردن و فکر کردن حل اون مشکلات تمام رسالتیه که این عزیزان بر دوش خودشون دارن. اما این تمام واقعیت نبود، چرا که آنها آمده بودن صدای ملتشون بشن. خب این عزیزانی که متاسفانه تعدادشون هم زیاده و سکوت میکنن در خارج از کشور، در میانشون کسانی هم هستن که سکوت رو مرگ خودشون، مرگ میهنشون و مرگ تاریخ و فرهنگ خودشون میدونن، سکوت نمیکنن. شاید کار زیادی از دستشون بر نیاد اما سکوت هم نمیکنن. من جمله همین الانی که به پای تلویزیون ایران آریایی و برنامه صدای آشنا با مجید رحیمی نشستید، که هم شما این علاقه را دارید که ببینید خب ما چه چیزهایی برای گفتن داریم و هم ما با تمام وجود، شما باورتون نمیشه که برای این یک ساعت برنامه چقدر باید آدم دوندگی بکنه و چقدر باید بتونه اطلاعات صحیح، ببینید اطلاعاتی که داده میشه خب از لحاظ ژورنالیستی خبرنگاری حداقل باید از 3 منبع این تایید بشه تا بتونه آدم این رو به دیگران برسونه. اطلاعاتی که میاد به شما میرسه خب خیلی مهمه، اما فراموش نکنیم که میتونه یک ضد اطلاعات هم اینجا باشه. ضد اطلاعات چه کار میکنه؟ اطلاعات به شما کمک میکنه، به همون نسبت هم ضد اطلاعات میتونه شما رو به راه گمراهی بکشونه. این یعنی چی؟ رژیم جمهوری جنایتکار اسلامی. حالا ببینید ما این تیترهای جنایتکار و این ضد ایرانی رو که به این رژیم میدیم، برای این نیستش که یک جمله هی تکرار بشه و نخنما بشه، نه، برای این که اون عزیزانی که واقعا هنوز در خواب هستن اونا بیدار بشن، اونا ببینن که واقعا چرا یک کسی که خب آمده در ایران بوده میتونست راحت زندگیشو بکنه گذاشته رفته، نه من خودم رو نمیگم، این میلیون ها انسان رو رفتن اونجا و به هر دلیلی و بسیاریشون حتی بر نمیگردن به ایران. خب این بهشتی که این جمهوری اسلامی میگه ما فراهم کردیم چرا بر نمیگردن؟ چرا اونها به این بهشت بر نمیگردن؟ چرا میرن در کشورهای خارج پس ترین شغل ها رو به عهده میگیرن با مدارک های دانشگاهی که اینجا داشتن، میرن اونجا پس ترین شغل ها رو به عهده میگیرن اما هوای آزاد رو استشمام میکنن و در این کشور به این سیاهی یک نه بزرگ گفتن و رفتن
اول دوست ندارن برگردن دوباره در این سیاهی زندگی کنن. خب در این سیاهی چون چیزی دیده نمیشه، رژیم هر جنایتی رو که میخواد انجام میده. برای همین همسایه از همسایه بیخبره. یعنی شما اگر بخواید از همسایه کوچه بغلیتون، کوچه بالاتری، شهر بغلی، استان بغلی خبردار بشید، در داخل ایران نمیتونید این خبر رو پیدا کنید. به تلویزیون های خارج باید نگاه کنید که ببینید برفرض اون طرف شهر تهران چه اتفاقی افتاده. چرا که رژیم تمام نیروش رو میذاره که شما به این اطلاعات دست پیدا نکنید. خب وظیفه ما اینجا شروع میشه. اما دوباره همین رژیم آدمهایی رو میفرسته در خارج از کشور که نقش مخالف رو بازی بکنن و خطهای موازی به وجود بیارن. یعنی در کنار اون خط اصلی مبارزین ده ها خط موازی به وجود بیاد که اون خط اصلی گم بشه. اینجاست که شما باید هوشیار باشید. اینجاست که شما باید ببینید واقعا چه کسی حقیقت رو میگه، چه کسی داره. خب اطلاعاتی که خودتون دارید، اطلاعاتی که قبلا به دست آوردید، اینها رو با هم دیگه ممزوج میکنید، در کنار هم میذارید و مقایسه میکنید و میبینید که کدوم اطلاعات به درد شما میخوره برای رسیدن به فردای بهتر، برای رسیدن به صبح آزادی. که اگر به این موارد توجه بکنیم و اگر آمادگی این رو داشته باشیم که نرخ آزادی رو بپردازیم، مطمئن باشیم که بهش میرسیم. چرا که آزادی یک بهایی داره. جورج واشنگتن میگه اگر آمادگی اون رو نداری که برای آزادی جان خودت رو فدا کنی، مطمئن باش لیاقت آزادی رو هم نداری. خب مایی که معتقد هستیم لیاقت آزادی رو داریم، باید بتونیم جانمون رو هم برای آزادی بدیم. چرا که بی آزادی در هیچ کجای دنیا، هیچ بنی بشری در تمام دنیا، بی آزادی هیچ ارزشی نداره. شما ببینید مثلا در زمان بردهداری 100 تا برده هم میمردن، 1000 تا برده میمردن، چه ارزشی داشت؟ اصلا کی مطلع میشد؟ اما در جهان آزاد یک بچه که تصادف میکنه میمیره، به هر دلیلی تلویزیون ها پر میشه و دنبال مسئولش میگردن. چرا که اون انسان ارزش داره، چرا که در فضای آزاد زندگی میکنه و این آزادی رو داره. ما باید برای با ارزش شدن به این آزادی برسیم. تک تکمون بریم کلیپ شماره 1 رو نگاه کنیم. در مورد همین صحبت میکنه که رفراندوم، یعنی تمام این کسانی که فریاد میزنن ما طالب یک رفراندوم هستیم. ما دو گروه هستیم. یک گروه میگیم ما براندازیم، یعنی معتقد به این هستیم که این رژیم باید بره. یعنی این رژیم اینقدر فساد ایجاد کرده، اینقدر جنایت کرده که اگه همه آبهای جهان رو هم که شما جمع کنید، دستای رژیم رو نمیتونید از خون این ملت پاک کنید. اینقدر این رژیم جنایت کرده که بسیاری شما هنوز خبر ندارید. اما گروه دومی هستن که میگن خب این رژیم اگر معتقده که مردم دوستش دارن و این ادعایی که میکنه مردم میخوانش، بیاد یک رفراندوم زیر نظر سازمان ملل بذاره و مردم هر رأیی که دادن ما همه سر تعظیم در برابر اون رأی فرود میاریم. اما رژیم هرگز قبول نمیکنه و میگه دموکراسی یعنی هرج و مرج و لاابالی. این رو ترجمه میکنه برای مردم. خب بسیاری از مردم نمیدونن دموکراسی یعنی چی. دموکراسی یعنی که عزیزم تو به حقت برسی. اون حقی که در اجتماع داری یعنی حق تو برابر حق من و حق من برابر حق پرزیدنت کشور من باشه. این میشه دموکراسی. اما این رو هرگز ترجمه نمیکنه. خب به همین خاطر چند سال پیشتر، حدود 6 سال پیشتر، من آهنگی ساختم به نام رفراندوم که درش همین رو میگه. نه برای ساغر و نه لب خم، نه واسه فراموشی شهر قم، نه واسه بیبندوباری و هوس، نه واسه این که بشن
ارزشا گم، بلکه تنها واسه آزادی و عشق جوانا داد میزنن رفراندوم. رفراندوم با هم میبینیم، باز برمیگردیم. نه برای ساغر و نه لب خون، نه واسه فراموشی شه قوم، نه واسه دیبند و باری و حوص، نه واسه این که بشن ارزشا گم. نه برای ساغر و نه لب خون، نه واسه فراموشی شهر قوم، نه واسه بیبند و باری و حوص، نه واسه این که بشن ارزشا گم، نه واسه این که بشن ارزشا گم، بلکه تنها واسه آزادی و عشق جوونا داد میزنن رفراندوم. همه فریاد میزنن رفراندوم، همه فریاد میزنن رفراندوم، رفراندوم، جوونا میخوان که آزادی باشه، توی زندگیاشون شادی باشه، دولت و مجلسی ها به فکرشون، تو سراشون فکر آبادی باشه. جوونا دوست ندارن جنگ و نبرد، همه بیزار از نبرد گرم و سرد، جوونا عاشق دوست داشتن و عشق، همه بیزار از خدا گشتن فرد، همه بیزار از خدا گشتن فرد. جوونا داد میزنن رفراندوم، همه فریاد میزنن رفراندوم، 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 رفراندوم. وقتی تو خیابونا و کوچه ها دهن آدمی رو بو میکنم، که مبود و گفته باشی عاشقم، حرمت عشق رو زیر و رو میکنم. اگه عشق نباشه دل میشه ربات، انگاری بره شیرینی از نبات، دیگه بی معنی جمله گفته ها، حتی واژه خدا روی لبات، حتی واژه خدا روی لبات. جوونا داد میزنن رفراندوم، همه فریاد میزنن رفراندوم، 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 رفراندوم. حالا کی میخواد بشه بنده شب، برسه به پابوسی میرغضب، روزگار مردم رو زار بکنه، بشونه آه تنفر روی لب. این همه مصیبت ها واسه چیه؟ ما چرا نباید آزادی بخوای؟ چرا باید نگیریم ز دنیا رو؟ نباید لطف خدا دادی بخوای؟ نباید لطف خدا دادی بخوای؟ راستشو بخوای حقیقت اینه که عیب نه از ما بلکه از فکر شماست. اون خدایی که نشسته اون بالا خالق محبتی بی انتهاست، خالق محبتی بی انتهاست. هر کی باور نداره باور کنه که جوان آخرش پیروز میشن. همه شبهای تاریک و سیاه، چه بخوان نخوان اسیر روز میشن، چه بخوان نخوان اسیر روز میشن. جوان داد میزنن رفراندوم، همه فریاد میزنن رفراندوم، رفراندوم،
رفراندوم 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 رفراندوم. هر کی باور نداره باور کنه که جوونا آخرش پیروز میشن. همه شبهای تاریک و سیاه، همه شبهای تاریک و سیاه، چه بخوان نخوان اسیر روز میشن. در همین آلمان شاهد بودیم که حکومت 12 ساله رایش سوم، هیتلر شاید پدرخونده این دیکتاتورهای دهه بعد بود، چجور نابود شد. و شما امروز روزی نمیگذره که در یکی از برنامه‌های تلویزیونی یک برنامه راجع به این نباشه که چه کسانی کمک کردن، دانسته یا ندانسته، چه کسانی کمک کردن به این که هیتلر به این جا برسه و بتونه چنین کاری رو انجام بده. حتی شرکت ماشین سازی که مهندس پورشه یکی از اون کسانی بود که دوست هیتلر بود و بهش کمک کرده بود و بعد از جنگ خب بردنش به دادگاه، بردنش و این مسئله رو خیلی زیر ذره بین بردن که ماشینای شما، همون فولکس واگن، یا ما میگیم فولکس واگن در ایران، ماشینای قورباغه‌ای که ساخته بود اونها به اصطلاح قرار بود که به هیتلر چه کمک های شایانی بکنن. برای همینه که خدمتتون عرض میکنم وقتی که قطاری به سمت جهنم میره و من به عنوان کارگر اون قطار دانسته و ندانسته همون یک بیل زغال سنگی که در کوری این قطار بریزم و این قطار با همون یک بیل 5 کیلومتر، 10 کیلومتر، 20 کیلومتر از هدف اصلی ما دور بشه و به جهنم و سیاهی نزدیک بشه، من مسئول هستم. حالا چه دانسته و چه ندانسته. حالا ببینید چقدر از ما ندانسته، اونهایی که دانسته بودن خب جای خود داشتن، اما ندانسته چقدرها از ما اون زغال سنگ ها رو در کوری این قطار جمهوری اسلامی ریختن تا ما رو چنان از هدف اصلیمون دور بکنه که ما راه رو گم بکنیم. رژیم وقتی سر کار آمد چند هدف رو با خودش به دنبال آورد، یعنی اهدافی که بتونه مردم رو حتی اگه ناراضی باشن برای خودش نگه بداره. چه کرد؟ با خودش گمان کرد خب اگر ما از هر خانواده ای، آنچنان که خمینی گفته بود جنگ نعمت الهی است، گفتن به خودشون ما اگر از هر خانواده ای یک شهید بگیریم تمام خانواده رو میاریم برای حفاظت از خون شهیدشون میاریم پشت نظام خودمون. و دیدیم که تا کجا و چقدر از جوانهای مردم رو به کشتن دادن که شاید هیچ هدفی رو نباید دنبال میکردن، اما به کشتن دادن که به اهداف خودشون برسن و 6 سال جنگ رو ادامه دادن. که امیدوارم در یکی از این هفته ها یک مقدار بیشتر راجع به جبهه و کشته هایی که ما در جبهه داشتیم و چه افسوس و افسوس بسیاریشون بیهوده کشته شدن، نه اینکه در مبارزه باشه بلکه به خاطر حماقت هایی که بعضی از این فرماندهان سپاه و بسیجی که هیچ از جنگ و جنگیدن و نظامیگری نمی فهمیدن اما فرمان و سکان این جنگ رو به عهده گرفته بودن و جوان های مردم رو می فرستادن روی مین ها. اینا آمدن و شروع کردن به کشتن جوان ها. خب با این فکر که خانواده های این شهدا میان پشت نظام. حالا یک سری هم وقتی که جنگ تمام شد یا همون در زمان های جنگ، اینها یک سری هم باید نقش قاتل رو بازی می کردن که این افرادی که به اصطلاح ضد انقلاب هستند رو بکشن. خب وقتی که کسی دستش به خونه دیگری آغشته شده، تمام امنیت خودشو داره میبینه که این نظام سرپا بمونه. پس گروه دوم شدن قاتل ها. گروه اول کسانی بودن که جوانشون رو از دست داده بودن، نه در زندان ها بلکه در جبهه ها یا به عنوان شهید. و گروه دوم
قاتل هایی بودن که برای نظام میکشتن. خودشون و خانوادهشون قرار بود که از نظام دفاع بکنن. خب حالا میمونه گروه سوم و گروه چهارم. گروه سوم که شاید تعدادشون نه اونچنان زیاد بود، نسبت داریم میگیریم نه اونچنان زیاد بود، خب بردن در زندان ها و کشتن، مورد تجاوز قرار دادن، شکنجه کردن و بعضی هاشون رو خاک شیر شده آزاد کردن و ما بقیه که کشته شدن یا اون جریان خاوران به وجود آمد یا ده ها مثل جریان خاوران که ما اصلا اطلاع نداریم. در کردستان یک دفعه میبینید که زیر ساختمان سپاه پاسداران که اون زمان ساخته شده بود ده ها که صد ها اسکلت انسان پیدا میشه، یعنی انسان ها رو اون زیر دفن کرده بودن، ساختمان سپاه رو روی جنازه اینها، روی اون خاکی که جنازه اینها دفن شده بود بنا میسازن. و بعد میان در جامعه این شایعه رو میندازن، خب اگه این رژیم بره کی بیاد؟ یعنی این حرف فقط میتونه مال رژیم باشه، یعنی این حرف نمیتونه از دهان یک آدم معمولی بیاد بیرون، چرا که این حرف رو یا آدم ندانسته میگه یا اینکه با اهداف مشخص. اگر این نظام بره کی بیاد؟ ما یعنی در واقع با این جمله توهین میکنیم به خودمون، توهین میکنیم به ملیتمون، توهین میکنیم به تاریخمون، چرا که لابلای این جمله این معنا نهفته که در میون این 75 میلیون انسان 50 نفر 100 نفر نمیتونن، وجود ندارن که بیان این دولت رو، این نظام رو، نظام آینده رو بچرخونن، یا بهتر از اینا نمیتونن بچرخونن. هفته پیش با دوستان در یک مهمانی بودیم، دوستی همین جمله رو عنوان کرد که اگه اینها برن کی بیاد؟ و من همین رو بهش گفتم، گفتم شما فکر میکنی در میان این 75 میلیون انسان 100 نفر 200 نفر 500 نفر وجود نداره که اصلا به خارج هم کاری نداریم، همه رو هم از داخل ایران انتخاب میکنیم، وجود نداره که بیان و دولت رو به عهده بگیرن؟ گفت مثلا کی؟ گفتم مثلا خود شما، چون میره ایران میاد. گفتم مثلا خود شما، شما خودت نه در همین نظام صدها که هزاران انسان کارآمد هستند، اما چون در سیستم غلطی وجود دارن، چون در سیستم غلطی گیر کردن، مجبورن در اون قطاری که داره به طرف تاریکی میره باش همراه بشن. اما شما حالا حسابش بکنید در اولین ایستگاهی که بتونن پیاده بشن و با قطار بعدی به طرف روشنایی برگردن، ببینید همین ها چه انسان های سازنده ای میشن برای اجتماعشون، زمینی که این تجربه رو دارن که میتونه خیلی ساده همه چیز مثل سال 57 به هم بریزه و اهداف نیک ما رو به جهنمی تبدیل بکنه که ما ندونیم دیگه راه رو از چاه چجور میشه تشخیص داد. خب قرار نیستش که وقتی این نظام از بین رفت ما بیفتیم به جان همدیگه بگیم حالا چون تو برفرض مثال در شورای شهر بودی یا چون تو در فلانجا کار میکردی یا با فلان کس کار میکردی مجرم هستی و ما نه، ما از این گردونه شیطانی اول در ذهن و روان خودمون میاییم بیرون و میپذیریم که در یک نظام بسیاری هستن که یا واقعیت رو نمیدونن یا دیگه خیلی دیر شده نمیتونن بیان بیرون و یا اینکه اجاره خونش رو داره دستش به جایی بند نیست، امیدی نیست که بگه آقا 6 ماه دیگه 1 سال دیگه این نظام میره. و تازه اگر چنین چیزی هم گفته بشه تا اون حرکت اصلی به وجود نیاد اینها جدا نمیشن از بدنه نظام که مرگ نظام رو تسریع بکنن و بیان به طرف ملت. خب همین نیروها وقتی میگیم یک بخشش ملی، یک عفو ملی، دست به دست هم میدیم و شما از گناه کوچک من میگذری و من از گناه کوچک شما میگذرم، فراموش میکنم راجب اون کسانی که دستشون به خون ملت آغشته صحبت نمی کنیم، اونا به دادگاه کشیده میشن. فراموش نکنیم که ما رو به دست بگیریم اگر میخواییم واقعا یک ملت متمدن باشیم، اگر میخواییم که از این وضعیت واقعا در بیاییم و در یک جامعه قانونمند زندگی کنیم،
باید یاد بگیریم که قانون رو خودمون به دست نگیریم، به دادگاهمون ایمان داشته باشیم، به قضاتمون ایمان داشته باشیم. از طرف دیگه قضات و دادگاه و دادگستری هم باید اعتماد ما رو به خودش جلب کنه. یک راست دو طرف است که هر کدوممون باید به اندازه توان خودمون تلاش بکنیم که به اون ایران شهر زیبایی که در آرزوی ماست برسیم. بریم کلیپ شماره 5 رو نگاه کنیم، یادی بکنیم از دو هنرمند عزیز، فریدون فرخزاد و سوسن. این دو عزیز در میان ما نیستن، اما یادشون، خاطرشون که چقدر اینها زیبایی با خودشون برای جامعه برمغان آوردن، روان هر دوشون شاد باد. من برنامه داشتیم تو ایران، خیلی من برنامه داشتیم، عکس من پشت وزیرا چاپ کردن، گفتن ممکن برای عروسی بکنم. از یادته بیا واقعا ایران دارم، من مجله شو دارم، من دارم. واقعا می‌خواستی برای عروسی کنی؟ اگه تو می‌خواستی منم لابد، من می‌خواستم تو نخوای. چرا با من عکس انداختی اگه میترسیدی؟ خب آدم عکس میندازه، ولی بعد منتظره که اون یکی بالاخره ما یه کاری کردیم حالا دیگه. الان اگه الان چی میخوای بگی؟ الان میخوام ببینم تو طول این سالها که من نمیخوام بدونم چند ساله تو، نمیخوام بدونم که از کجا اومدی، نه ابدا، هیچ وقت بوده که از ته دل، از ته دل واقعا اونجوری گفتم دیگه شب رو بخوابه گریه بکنه خودشو بزنه شیون، عاشق شدی، عاشق به اون شدت. بله، من آدم نیستم. چرا؟ یا غیر از خانمای دیگه؟ چه آخه خانمای دیگه وقتی میگن که عاشق شدی میگن که نخیر، میگم فارغ شدی نخیر، عروسی کردی، همه رو نف میکنن. بابا عشق چیز طبیعیه بشره. نه نازنین، آخه شما نازنین اعتراف کن چند بار من الان من دوبار ببین رادیو ایران روز جمعه میدونستی که خودم بودم، خودتون بودین دیگه، از یه خانمی پرسیدن تو تاله دروغ گفتی؟ خانمی گفتش که نه اصلا نگفتم. به من گفت دروغ گفتی؟ در صورت که میدونستم من کمتر از اون دروغ گفتم، گفتم بله من دروغ گفتم. خب آقای تاکستانی یه رفعه برگشت گفت این یکی از اون دروغای بزرگه که اون خانم گفته. خب همه الان گفته من دروغ نگفتم، گفته من دروغ نگفتم. میشه مگه دروغ نگفتم؟ خب حالا آدرس بده، دروغ بهش رفتی نداره. دفعه اول که عاشق شدی چند ساله بودی؟ چند ساله بودم؟ یعنی کی بود؟ تقریبا 10-12 سال پیش. فکر میخواد بگی 10 ساله بودم، خواستم بگم نه 12 سال پیش. و دفعه دوم کی بود؟ 5-6 سال پیش. بعد خیلی عاشق بودی؟ اولیش خیلی عاشق بودی، یعنی گریه میکردی؟ ناراحت بودی؟ چرا گریه کنم؟ از خدا بخواد مثل من داشته باشه یارو. خب من از یه حرفا میزنم، میگن یارو چقدر پر روه. یارو باید خیلی از خدا بخواد که عاشق من بشه، این حرفا نیست. یعنی من اگه مثلا بیام سعی بکنم و سعی کنم خیلی باید بدوی. حالا حالا واقعا باید بزن؟ من که رانندگی بلد نیستم، من نمید بدو، من خودم بلد نیستم. سوزن دوتا لباس بیارو، من گفتم بلد نیستم شب بیا. او چیه اینجا سمجه گذاشتم شما بلد تو لباس لوی 16 ها رو بروشم، من گفتم لباس لوی 16 ها چیه؟ من اصلا نمیدونم لوی 16 ها کی بوده، فقط لباس رو بروشم. بعد یه لباس مشکی کلشیک هم آورده. حالا اشکال نداره، میشه یکی من بروشم یکی تو بروشی؟ اگه خواستم بپوشم نذاشتی بی لباس پوشتی. این شمال شبه، همه خواننده دنیا خب به خود دکلته میان اینا، چرا اینو پوشیدی؟ آقا من خواننده اونجوری نیستم که، من خواننده خیلی سرزیرم. میکروفون تو مثلا بردارم از اینجا، نه تو فرید واسه حرف در میارم برای من، این مثلا اجاز بده من میکروفون واسه کنم به اینجا، ببین باز حرف در میارم من برای خودت میگم، برای من عزیزم. شما الان همه تو خونهاتون لخت نشستی، یه شما شاهد باشین، باز حرف در میارم برای من، ایراد نداره. اینو در بیار، اوکی در بیار. تو این شهر آخرین حرفی که میتونی در بیاری این همین بود که سوسن لخ شد و یه حرفای بدی از عشق به فرخزاد زدی. نه بابا دیگه دارم آدم، آدم بهتره که عاشق باشه و صادق باشه تا اینکه دروغگو باشه و به خود مردم رنگ بکنه. خیلی خوش آمد گفتم عاشق بودم. بله من دوبار عاشق. فکر میکنی که عشق لازمه زندگی دیگه؟ حتما عشق مثل قضا میمونه، مثل فکر میکنی دوباره ممکن عاشق بشی؟ آره یه خوشگل ببینم دلم دوست داشته باشه. نه نه چه جور آدمی میبینی؟ تو دیگه بر من چه قدیمی شدی دیگه. خیلی کهنه شدم مثل دمپایی. نه تو مرد خوشتیپی هستی، ولی من تو رو به عنوان یک همکار، مثل برادر میبینی،
مثل یک دوست، مثل یک هم یعنی دیگه هیچ کنه حسی ممکن نیست مثلا داشته باشی؟ چرا لخشی ممکنه چی باشی؟ خب من همین رو خواستم برای که تمام من اینجا وقتی شبا شوهای امریکایی رو میبینی تمام صحبت ها همین صحبت هست. به ما که میرسه میگن آقا ایرونی ها دیدی از عشق صحبت کردن، عشق قشنگ ترین چیز دیدی. نه عشق خیلی خوبه، لباس شب لباس بخوری هست، تو لخوری همه خانم ها خوششون. خب من کنار درگه مردم لخوری هست، 180 خانم ها از این سینه تو خوششون بیاد، این اصلا بحثی نیست. خب 180 که من اون که 190 در کال باشه دیگه تو نبیم دیگه. آره سینه جان هیچ وقت یک از این آوازه که خوندی برای عشقت خوندی؟ آره همه شو برای عشقم خوندم. برای عشق اولی مثلا یک از آوازه که برای عشق اولی خوندی چی شده؟ برای عشق اولی مثلا چی خوندی؟ دوست دارم بخون. دوست دارم میدونی تو که بهتر که کار دله. اینو میدونی که خوندی؟ اینو وقتی خوندی که 19 سال پیش گفت 12 سال پیش عاشق بودم. چطور 19 سال پیش آوازه؟ که من گفتم 12 سال پیش؟ گفت 12 سال پیش عاشق اولی. یعنی 20 18 سال پیش از من سوال کردی گفتم دست بفرمایی بنده عمر نوح دارم. نه نه 18 سال پیش که تلویزیون اومدی با هم دیگه خوندیم دوست دارم. همه 18 سال این 10 سال ول کن، 10 سال که این 10 سال جز زندگی من نیست. واقعا جز زندگی من نیست. اصلا من این 10 سال فکر نمی کنم که جز زندگی کسی باشه که از ایران به بیرونه یا اینکه این ناراحتی ها رو کشیده. این 10 سال مثل یک تخیلی میمونه توی فکر آدم، مثل خواب. اصلا من فکر نمی کنم که این 10 سال جز عمری منه. من از خدا طلب کنم این 10 سال رو بعدا. حالا خمینی هم با خدا صحبت میکنه و رازی نیاز کاری به خمینی من ندارم. ما هم اگه طلب کنیم از خدا ما باش من کنیم. من قاطی بزرگم، من قاطی آسمون میکنم. سوزن جانم آوازه که اخیرا خوندی حالا که عاشق نیستی عشق از کجا میدونی؟ بلکه خودت گفتی آخر عشق هم 6 سال پیش بود. خب آخر اینجا که اومدم چی؟ پس جز زندگی تین سال ها بلکه من اینجا کارم گیر کرده باشه گیر پیدا کرده باشه. خب خوندی پس با عشق برای عشق خوندی. تو بلدی عاشق بشه؟ آخ من قد عاشقم با من خب قد عاشقم ولی هیچ که ازم سوال نمی کنی گاهات عاشقی تو فارقی تو. حالا من ازت سوال میکنم فیرون جدی برای اولین بارم شده یک کلمه حرف راست برای اولین بار هستم. من آدم بسیار صادقی هستم و با شهامت هستم. ولی خواهش میکنم بگو الان عاشق یا نیستی؟ من وحشتناک عاشق. همون عشق قدیمی دیگه. عشق قدیمی همون یه دفعه عاشق؟ نه من 4 بار عاشق شدم. 4 بار؟ 4 بار. با 2 بار از من کم داری؟ من کم دارم. شما از من جوان ترید. شما در مراحل بعدی که به سن ها میرسید 12 بار دیگه عاشق میشید. حالا این یه دفعه هم حساب کن میشه سیزن جانم. میدونم که آدم وقتی با عشق آواز میخونه با عشق اون آواز به دل مردم میشین. حتما نباید آدم عاشق یک انسان باشه. عاشق همه میتونه باشه، عاشق آسمون میتونه باشه، عاشق بچه میتونه باشه، عاشق خواهر میتونه باشه، عاشق برادر میتونه باشه و عاشق صدای خود. و چه زیباست که همیشه سخن از عشق باشه. فرماید از پای بگسل هر زنجیر به جز زنجیر عشق. و چه زیباست که همه در این زنجیر عشق باشیم. ما دیدیم که چه هنرمندانی و چه سرنوشت بدی داشتن هر دوشون، اما هر دوشون به ابدیت پیوستن که امروز سالها بعد از مرگ اونها ما با یاد اونها شاد میشیم، به طرف عشق میریم، به طرف صداقت میریم. خب فریدون فرخزاد همینطور که خودشم گفت خیلی انسان صادق و شجاعی. دو صفت برجسته این انسان و خودشم به زبان میاره و معرفی میکنه، یعنی آنچه که بود رو معرفی میکرد و نه آنچه که میخواست خودش رو به شما بفروشه. برعکس این آخوند بداندیش که همواره میخواد خودش رو آن چیز دیگری که نیست به انسانها بفروشه و معرفی کنه. خب در این میان ما داشتیم کسانی رو که گاهی ازشون فیلم هایی میاد بیرون. فیلم بعدی که با هم میبینیم خواهیم دید که نبی این آدم میگه انگار که ما مثلا این آدم رو نمیشناسیم و 10 سال در ایران جنایت نکرده. نبش آمده میگه که نه
این سخنان پدر بزرگ من نیست. چرا عزیزم؟ هم سخنان پدر بزرگ شماست و هم این باور پدر بزرگ شما بود و همه ما 10 سال شاهد بودیم که چه جنایت هایی در این کشور کرد و اون کسانی رو که میتونستن جنایات بیشتری بکنند رو به سر قدرت آورد، من جمله خلخالی، من جمله همین آقای خامنه‌ای و برسنجانی و تمام این کسانی که دستشون به خون ملت آغشته است. و آقای محمد نوریزاد، مرد شجاع، مرد آزاده که واقعا باید بهش احترام گذاشت، به این شرافتش، به این آزادگیش که به آقای رفسنجانی گفته. آقای رفسنجانی، شما و آقای خامنه‌ای دستتون به خون این ملت یا آغشته است یا از کنارش به آرومی سکوت گذشتید که داره جنایت میشه، یا فرمانش رو خودتون دادید. شماها باید طلب بخشش از ملت بکنید. خب میبینیم که الان بریم کلیپ شماره 3 رو ببینیم و برگردیم. کلیپ شماره 3. از اول که رژیم قاتل را شکستیم و این سد بسیار قاتل را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلان کرده بودیم و رؤسای آنها را به سزای خودشون رسانده بودیم و چوبهای دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم. این زحمت ها پیش نمی آمد. من از پیشگاه خدای متعال و از پیشگاه ملت عزیز عذر می خواهم، خطا خودمون را عذر می خواهم. ما مردم انقلابی نبودیم. اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمیدادیم اینها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام میکردیم، تمام جبهه ها را ممنوع اعلام میکردیم. یک حزب با اون حزب الله، حزب مستضعفی، و من توبه می کنم از این اشتباهی که کردم. و من اعلام می کنم این قسط های فاسد در سرتاسر ایران، تا اگر سر جای خودشون ننشینن ما به طور انقلابی با اونها عمل می کنیم. مولای ما امیر المؤمنین سلام الله علیه، اون مرد نمونه عالم، اون انسان به تمام معنا انسان، اون که در عبادت اون طور بود و در زهد و تقوا اون طور و در رحم و مروت اون طور و با مستضعفین اون طور بود، با مستکبرین و با کسانی که توطئه می کنند شمشیر را می کشت و 700 نفر را در یک روز چنانچه نقل می کنند از یهود بنی قریظه که نظیر اسرائیل بود و اینها از نسل اونها شاید باشند، از دم شمشیر گذران
خدای تبارک و تعالی در موضع عفو رحمت رحیم است و در موضع انتقام انتقام جو. امام مسلمین هم اینطور بود، در موقع رحمت رحمت و در موقع انتقام انتقام. ما نمی ترسیم از این که در روزنامه های سابق، در روزنامه های خارج از ایران برای ما چیزی بنویسند. ما نمی خواهیم وجاهت در ایران، در اسلام، در خارج کشور پیدا بکنیم. ما می خواهیم به امر خدا عمل کنیم و خواهیم کرد. بله، اون در اون حال اون طور بود، در این حال این طور بود و اون طور اون طور بود. یک جمله قصاری از ایشان هست که آقای خمینی گفته بودن دانشگاه باید دانشگاه باشه، دانشگاهی که دانشگاه نیست دانشگاه نیه. یعنی چقدر شما در این جمله معنا پیدا میکنید که واقعا دانشگاه باید دانشگاه، دانشگاهی که دانشگاه نیست دانشگاه نیست. و بله خانم اشراقی، نوه گرامی آقای خمینی، ایشون خود آقای خمینی بودن که این حرفا رو برای شما زدن و عملم کردن و بسیار هم کشتند و یک ملت شاهد این جنایات بوده. اما در مورد این که این آقای احمدی نژاد امروز تمام مشکلات رو بر سر ایشون میریزن و میگن او فقط مقصر بود، آیا فقط یک نفر در این کشور حکومت میکرده که اون مقصر بوده؟ خب اگه آقای احمدی نژاد مقصر بوده و اینطور که آقای روحانی میگه این همه مشکلات از خودش به جا گذاشته، کسان دیگه هم مسئول بودن که هنوز در سر قدرت و در سر پستای خودشون هستن، من جمله آیت الله خامنه ای که نظرشون به نظر آقای احمدی نژاد نزدیک بوده و دستایشون رو باز گذاشته که این نظام، این دولت این کارها رو بکنه و این کشور رو به اینجا برسونه. خب چرا از این آقای رهبر یک سوال نمیشه که آقا نظر شما که به ایشون نزدیک بوده آیا مسئولیتی هم پشت این حرف امروز هست یا فقط شما فرمان میدید؟ مسئولی که احساس مسئولیت نکنه جنایتکاری بیش نیست. باز تکرار میکنم، امیدوارم در همین نظام، در همین نظام کسانی مثل آقای خامنه‌ای و اون دیگرانی که شاخص هستن در همین نظام به دادگاه کشیده بشن و طبق همین قانون خودشون به سزای اعمالشون برسن با هر پست و مقامی که دارن. چون مگه خودشون نمیگن ما همه در برابر قانون خدا یکی هستیم؟ چطور شد دو تا جوان بیچاره رو میگیرن اعدام میکنن، دو برادر رو، محمد و عبدالله فتحی، و ده ها و صد ها و هزاران رو، اما آقای خامنه‌ای، آقای رفسنجانی و بسیاری چون اینها نباید به دادگاه کشیده بشن یا حداقل یک سوال ازشون بشه که این همه مسئول این همه جنایت در این کشور کیه؟ باید دست به دست هم بدیم تا این اتفاق بیفته. برنامه بعدی ما در پنجشنبه 15 شهریور خواهد بود که میکنه، معذرت میخوام، 21 شهریور خواهد بود که میکنه 12 سپتامبر، به همین زمانی که الان پای این برنامه نشستیم. همگیتون رو به خدای بزرگ میسپارم و سپاسگزارم که وقتتون رو با من گذروندی و به پای این تلویزیون نشستید، تلویزیون خودتونه و این برنامه هم برنامه خودتونه. ایمیل بزنید، آدرس ایمیل من هست tv.ashna@yahoo.com. میتونید نظرات خودتون رو بدید، هر برنامه‌ای که میخواید اجرا بشه نظرتون رو بدید و من مخلصانه و صادقانه در خدمت شما هستم. همگیتون رو به خدای بزرگ میسپارم، اما فراموش نکنید که این برنامه و این تلویزیون رو حمایت بکنید. ما همه به حمایت شما اینجا هستیم. اگر حمایت شما نباشه ما
باور کنید هیچ کدوم از ما هم نخواهیم. به امید دیدار و به امید فردای به که دست در دست هم کشور و سرزمینمون رو آباد کنیم که دیگه بچه های ما بچه های بچه های ما به این سرنوشتی که ما دوچارش بودیم دوچار نشن. به امید اون روز همگیتون رو به خدای ایران و به خدای زیبایی ها می سپارم. ارادتمند شما مجید رحیمی. میرسد به گوش ما این صدا و این نوا، رو به سوی روشنی با صدای آشنا. لای 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 لای. میرسد به گوش ما این صدا و این نوا، رو به سوی روشنی با صدای آشنا. میرسد به گوش ما این صدا و این نوا، رو به سوی روشنی با صدای آشنا، با صدای آشنا. مهر انسان بده مهر آن سرزمین، دشت آیین ما برپر از خدا بودیم، برپر از خدا بودیم. مهر انسان بده مهر ایران زمین، دشت آیین ما برپر از خدا بودیم، برپر از خدا بودیم. لای لا لای لا لای لا لای 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 لای لا لای لا لای لا لای. با صدای آشنا، صدای آشنا، دست به دست هم نهی، دست به دست هم